شما که به خاطر حجبعیا نار خونه ناخدا سیدو رو که نخورد. اول میبرم بهتون یه نار توپل مپل بهتون میدم، بعدن جا و مکان در خدمت. واجه نوری نهار منزل ما نمت داری؟ ما اصلا قرار در وقت نهر نداشتیم، تصمیم نداشتیم نهر بخوریم، ولی آقا بهنم دیگه گفت من احمدی فرزاد نکن یه غذای شام عروسی رو بسته‌بندی که بگذار تو ماشت. اونی که بینام گفت شما گفتی پخش کنه تو سالون. تو شام عروسی دختر نخوده رو گذاشی جنونه؟ ببین نخوده گن، من توی جنگ تحمیلی مشارکت داشتم، ولی نه در اون حدی که شما فکر میکنید. من اصلا جنبز نیستم، اون آقای نخوده مرا حلال نکرد. من میگم به بهنام زنگ بزنیم که خودش بیادن نخوده حلالیت بگیره. ما در طول این سفر اگر یه دانه شانس آورده باشیم اونم همینه که این آدم با پای خودش فرار که گورشو گو کرد رفت. آره رو بابا اینجا بابا توجه نمیشیم شما. این آدم یه زمانی خواستگار ما بوده، دل در گره و عشق ما داشته، الانم چه بخواد چه نخواد جواب ما مثبته. پس یا باید بره حلالیت برگرده یا باید بگردیم یه دلیل پیدا بکنیم که برگرده. چیه؟ بد میگونی؟ هی همون کیوان چیزی نیست، گازوئیل تمام کرده، چراغ سوختش از صبح روشن بود. البته دست شما درد نکنه، تا همینجا شب خیلی لطف کرد. خسته نشدیم رفیق، رسیدیم به مقصد، وگرنه تا خود صبح حل میدادیم برات. رسیدیم به مقصد؟ مقصد هم اینجاست؟ کوفه کجاست؟ من جایگاه سوختتان کجاست؟ جایگاه سوخت تو تا خیابان بالاتره، اگر تا صف رو میخوای همینجا هست. اینجا صف میگه چقدر طول میکشه تا برسیم سر صف؟ 3-4 ساعت حدودا. بازم هیچ چی نیست، همینجا دوره هم گپ میزنید خوش میگذره. خدا نگهدار.
خداحافظ. هول بدی. هول بدی. هول بدی. هول بدی. هول بدی. خلاص کن بابا یه. ایوه. هر وقت صف رو افتاد خودم برای تا یه تکبوخ میزنم. باشید با بگم باشید. صف چنه طولانیه. خسته نباشی کی بانگیان. خسته نباشی. دست در نکنم بود. سلام علیکم. انقدر زور دادیم. زور ما تمام شد. دست چه داریم تو سبد؟ تخمه داریم. رونا گیان؟ گیانم بکر. میگم این پسر آقا ابراهیم هنوز هستش ها؟ اتفاقا این چند وقت پیش سراغت ازم گرفت. ای راست میگم من؟ آری؟ من انتخاب خودم کردم امه گیان. بعدشم او زیادی خوش تیپه. من هی حوصله ندارم برای عروسی خودم لاغر بکنم. آقا تو همه میگم پسر اکرم خانم چیز شنیده ماشالله دبدر شده. بیایی که خوبه. ایتون خدا ولم بکن امه گیان. همینم مانده توی جمع همه خانم دکتر صدام بکنن. تو اصلا معیارات چیزه برای ازدواج؟ من زیاد سخیر نیستم. همین که خلاق باشه، ورزشکار باشه، یا اینکه مثلا هر روز صبح که از خواب پا میشه دیگه و آدم سابق نباشه کافیه. خوی آقا بهنام که فقط همین مورد آخر رو داره. تو اگه خلاق نباشی میتونی روزی 50 تا دروغ بگی؟ اگه ورزشکار نباشی میتونی از زیر او همه کتک سالم در بیای هخو نمیتونی. پرت بلا نگو دختر. میخوای عاقبتت مثل عاقبت شیرین بشه؟ مگه عاقبت شیرین چیز بشه؟ دیگه میخواستی چیزش باشه. الان مثلا سلمان برده بیرون بگردنش. خب. خبر رسیده چه پرتش کرده تو آب اقیانوس. تازه ما هنوز با آقا نورینا نگفتیم شر نشه. بابا شما خیلی سخت گیرین دیگه. ما حاصل و همین شوخی خرکیاشیه. مثل که دختر جان تو دیگه انتخاب خودت کردی. کفایت مذاکرات هم بگم. مرغش یه پا داره. تخمت آنها بخورین. هر شما اون تا بیکار میشین میخوای من شوهر بدین. خود دانید. بابا ما قرار نباشه هم عروسی بخوریم. خوردی؟ بچه جان یه سیب زمینی بود علای در زده بود بیرون بین زمین و آسمان معلق بود بلا تکلیف بود. ما با چه کار میکردم؟ بعدش هم چلب پر شده. تو خودت داری میلونبونی یا چه کار به بقیه داری؟ کیوان آخی چرفیه داری میزنی بی بچه یه دیشب تا الان زبان بسته روزه بوده بعدش هم مجوزه نوری گرفته بابا هم بلا کشم هم روزه میگرفتیم. از صبح تلن یه دونه چای خوردیم و چرف هم کبو چه وزشه؟ یه خب بخوریم من گفتم نخوریم. اون موقع گفتم چون زشته شم عروسی نکمه قشنگ نیست بقیه زشته نبخوریم. ولی الان چه اونجا میخوریم چه بقیه خودتن میاوردیم فرقی نمی کنه. الان بخوریم دیگه بفرمه راحت بچه. وحشی آنوری من سواد اقتصادی ندارم دای دای خوب. ولی به نظرم میرسه این که مشکل اصلی ما خورد و خوراک نیست. ای باریکالله سواد اقتصادی فقط داری باریکالله. قربان دارم آقا اصلا برنامه بعد از این سوختگیری چیه؟ دواره بتپیم تو میلی بوسگه؟ این بانوان با قول آقا نوری جلیل القدر شب قرار کجا بخوابه؟ ما باید بگردیم یه مسافرخانه تر تمیز پیدا بکنیم. من به فریدم زنگ میزنم دو سه تومن بزنه به حسابم. هرچند میدانم ریسک بزرگی دارم میکنم ولی یه کارم میکنم ناچارم. روزان هم یه مقدار پول دارم به من گفت اگه پول کم آوردی به من بگو که من بهت بدم. هیچ وقت میخواستم یک قرار از دخترم قرض بکنم ولی الان توی وضعیت واقعا مجبورم. زنگی بهش بزنم بگم اونه دو سه تومن برام بفرست بینیم چه گلی سرمان جمعه بسیار علی دوستم یه لحظه اجازه بدید. چند پول داری؟ یه سوختم. خب نه خیلی دمدان گرمه واقعا
اتحاد و همبستگی دان زبان زد خاص و عامه. من الان تو گفتی رجان خانم چقدر به حساب میزنه؟ دو سه تومن. دوستان عزیز، ما الان بالقوه 9-8 میلیون پول داریم نقد. خب فقط باید تلاش بکنیم درست مدیریتش بکنیم، توی سفر دیگه پولای به فنا ندیم. من خودم چند سال پیش با 5 میلیون تومن تور میبردم 50 نفره استانبول، تازه اضافه هم برمیگرداندم. حالا قرصیه میخواستم بشه بگم اگر همدان مطلع هستید، من مادر ندارم، ولی اگر اجازه بدید من مادر خرجیدان بشم. ای روته برن بشر، ای روته برن بشر، مصیبت سر ای نه حد دو دقیقه نیزد چهار پنج تو فوری شنیدی بلای شدی فوری یک کیسه کلفتی برشن دوختی. اما خلیل گیان شما سهم من رو از پول هشام کرده ثابت بده، مادر خرجی پیشکش. دوباره برگشتی سر خانه اول حرف دینه. آقا دوستان عزیز، من رضایت کامل دارم، هر کدوم دارم دارم جلو پسرموی عزیزم میگم، هر کدام دان از من یک ریال احساس میکنه طلب داره همین الان بره پاسگاه. میرید پاسگاه میفرمایید آقای جناب سروان، بنده شاکیم از آقای خلیل خانزاده به چه جهت؟ به جهت اینکه سهم من از فروش پرنده شکاری قاچاق بشم نداده. تا ببینم با پای خودتان سالم میتونید در پاسگاه بیاید بیرون. بفرما خجالت بکش. خلیل خجالت بکش. به چه خجالت بکشم؟ داری لج مرد خوشسفری مثل من در میاد. آقا من تو خوشسفری شما باوری چه ما کنید لعنتی؟ نه آخه جالت من میتوبه الان یه جب کشیدی افسری هم چی میزنم تو گوشت گ اجازه بده داره منو تهدید میکنه. آقا کجا رفی لامصب داری منو تهدید میکنی ها؟ این گوشی من خراب شد، اجازه بدید الان خدمت هیچی یه کار کوچولی دارم الان اجازه بدید. سلام و عرض ادب جناب سروان، بنده خلیل خانزاده هستم. از خودم خدمت دادم جناب سروان، من خدمت دادم نگفتم من مادر ندارم و اینجا الان در جمع دوستانم داره از من سوء استفاده میشه، بهشم خاص سوء قصد کردن. حالا نشون دادم اینا جناب سروان از سلفی در آوردم آمد اوور این داره فیلم من میگیری تو ایناش جناب سروان، این منم، اینه این پسرم اومه ای آقا، به من میگه دو تا چک افسری رو گوشت میزنم. من واقعا یتیمه، ببینید این چیز میکنه. من اینجا اجازه جانی ندارم. اجازه بده داره علکی به آقا برادر خواهر عزیزم توجه به من باشه. اینم اشتاسی بزنم سلام خواهر خوبی اما گرم بود میزنم داره بود میزنم بود میزنم بده نشد خاک بره چشت تو شروع کردیم فقط خواستم بدانی شرط و مشین من تردید بکنی دارم برم شکره به همین سادگیه که من تردید بکنی همه همه با هم بریم حالا من دوباره تکلیمی برادم میفرستن یه بیمه فیلن داشته باید ناشد باید کاشتگم آنجا یارش با وقت دستی بزیم همه دارم دارم که بسیم باید کچکارم داریم باید باید رفت نوبت مانه امو بدو بسری در اول بدیم بیا نوبت مانه بیا همساره عزیز خوش کنید با شما سوخت جایگامون تموم شده ها؟ چی میگه؟ مخزنمون خالیه فردا 8 صبح تاکر سوختمون میرسه شب همگی بخیر. آقا صبر کن ببینم چه داری میگی شب همگی بخیر. ما الان 3-4 خیابان این قرقره که هول دادیم بعد 3-4 ساعتم داخل سفر لاف بودیم بله. یعنی چه تمام شده؟ ببخشید شما اعتراض داری؟ بله که اعتراض دارم، من اعتراض دارم، من همه اعتراض دارم. آقا یه چیزی بگید، اینا پاسخگوی وظیفه شانه. آقا ما رفتیم سهر برمیگردیم، شب بخیر. بدشانسی پشت بدشانسی. آقا من میگم این ماشین رو اجاره کنیم بریم دنبال یه مسافرخونه خوش قیمت تر و تمیز باشیم. آقا نظر شما چی بگید؟ خب من که مادر خرجم، نظر بقیه بپرس. آقا مسافرخانه بره چه؟ اگه آقا بهنامه پیدا بکنیم کل قضیه حل میشه. چه این؟ یا میبرت ما خانه خودش یا یه جایی رو به شما معرفی میکنه. بابا بس دیگه، اسم بهنامه نبرد، به خودم من دارم دیوانه میشم از دست شما.
به خدای محمد الان تو یه مودیم که دلم میخواد 4-5 نفر پیدا کنم 4-5 ساعت روی چپ راست اپرکت بزنم در به داغنشم بکنم لبلا خودم هم 4-5 ساعت سکته ریز دورش اینجوری بزنم راحت شم هم خودم از این کار لذت ببرم همونه نمیشه که آقا جون هم کتک بخورم لذت ببره آری والا چی میگه این؟ نه یا؟ درده پمپ بنزین بی تربیته بیا بابا از پسر بی تربیته خدا رو شکر کنم. سلام 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 سلام. ای والله. سلام بر همراهیت یا عزیز. تعجب نکنید. رفته بودیم طبیعت گردی. شنیدم. بله بگم. برو تو ماشین من نشستن که تر خوشت شدن. یعنی خودت که تر شدی فقط خوشت کنن. آوا جم کنو خندته. چی شده بابا گیان؟ پتو چیه؟ از آقا جوانی گرفتیم. تمیز بابا گیان. نگران نباشید. تمیز بابا گیان نگران نباشید. بابا گیان رفتیم وسط دریا قایق ما خراب شده بعد آقا سلمان پریده تو آب شنا کرده تا ساحل من اینجور تناول کرد تو قایق من مجبور شدم ببرم تو سلمان خجالت نکشیدی؟ تو مردی؟ قیافتی داری؟ تو زنه به تو قایق روها کردی بعد بریم خیلیگر زدی آمدی او دست که چه بشه؟ امو کاوسکیان من قبل شنه کرال و هواگیرو بهش آموزش دادم بعدشم طبیعت وحشیه امروزم اون روی زمختشو به من نشون داد به من چرا ربطی داره؟ ببین واسطه جمع کنه یه دنه تر مو از سر این کم بشه بنده طبیعت وحشیتر میشه من این در جریان هستی که تمیدی؟ بله 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 نسبت ببینگیان سلامو گیان الان خدای شکر دوشان سالمن بابا ما موضوع مهمتری داریم من میگم بیاید با ماشین همین آقای جوانی بریم منزلشان شب اونجا بخوابیم آره آره این خوبه حالا شکر این اتفاق میفته من بحثش میندازم وسط یه تعارف شلی که کرد صف هممون میگیریم تا بشه آقا ما باید پول بازی در بیاریم وگرنه بازندیم بعدم نمیگه آقا میگه بیا جلو بیا سه دو جمع کن سه دو عمرن من اگر بکشین با شما دیگه خانه کسی نمیرم یعنی حضرم همینجا تو بیابن و خیابن به منم کفتر و گل تیکه پرم بکنه ولی با شما جایی نمیرم دیگه لش بازی نکن نوری ما الان ذهن ما باید متمرکز بکنیم که بتانیم یه تصمیم درست بگیم بگن من چجوری متمرکز بشیم آخه دماد بی ارزه نتیجهش میشه چی؟ دختر افسرده دختر افسرده پدر از هم گسیخته این چه جوری متمرکز بشیم شما بفرما بابا گن چه ربطی داره اینطوری باشه من هم میگم در باز است باز پرنده است پس در پرنده است این جمله رو دوباره تکرارش کردی من همه یلا از خدا خواستم اینم شنیدن که چهار نفر به من معرفی کنن که من زرمکوت بزنمشن که خودم لذت ببرم اونم لذت ببرن الان خدا رو شکر میکنم که یک دانشان گذشت سر راه هم یک من بایسی سلمان آخرش این دایی من سکته همیشه تا دم خوشبختی میریم ولی به خود خوشبختی نمیرسیم کازویل تمام کرد ما اول صف بودیم تمام بالا چی بکنیم؟ من مادر ندارم آینه که گفته بود زدیش؟ زدم؟ یه جوری زدمش دراز به دراز افتاده وسط خیابان خوب کاری کردی حالا اگه آرامی بیا با این جوانی بریم منزلشون همه سوار ماشین آقای جوانی بشین اون رب بالا فوری حرکت کنی بجیلی Come on.
خانه بهنام اینجاست؟ به من گفته بود یه خانه باغ گرفته بره خودش. والا اینجا هم تا چند سال پیش سال اخیر جز باغای عشیه شهر بود، ولی الان فکر کنم یک 40-50 خانوار اینجا زندگی میکنه. یعنی پسر بهنام الان تو کدوم یکی از این است؟ والا اینشو دیگه نمیدونم داداش، فقط من میدونم کم اینجا زندگی میکنه. یک چند باری 3-4 باری هم آوردم اینجا پیادش کردم. والا یعنی چه؟ یعنی ما باید بری یه آدم دوزاری همه اینا بگردی. چه شدم او؟ نه ابو یان، من متوجهی که ما آمدیم اینجا که شب پیش بهنام باشیم، پیشش بخوابیم. الان نگاه کن وضعیت خودش چجوره. با حرف زدن چیزی درست نمیشه خلیل. حس شیشم جان، من قول میدم زیر 5 دقیقه با حس شیشم هم این آدم اینجا بکشم بیرون. بریکلاهی بفرما. شروع شد. بده خدا بخیر. دارد حس شیشم به کابوس ندیده بودیم که الان میبینیم. و عزیبر بریم. من قول دادم پیداش بکنم. هماکان میخوای بهش اعتماد کنی؟ چه پره اینه داریم؟ حالی انگوشت خیس چه میکنه؟ همینجاست. بایستاد اینجا. همینجاست. بیاییم. خوبه. یا الله صاحب خانه بهنام بابا اینجایی؟ درسته؟ ما درست آمدیم؟ میپرسی؟ بهنام با تو هم بابم. بیا بیرون. هیچ کس هیچ کاری با تو نداره. بیا همه میخوایم شب با هم بگذرانیم. بهنام با تو هم درست بیا بیرون. کاوش کیان؟ مطمئنی حس ششم 4 و 5 قاطی نشده بود؟ همینجا سلام میبینی من بهنام اینجا بیارم بیرون. بله بفرمایید. دست بود داخل خیمه. خیلی مردم بابا نجوره. ای 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 نکن نه. کار میکنی ما چه ما بره چه گرفتی؟ من دنبال یه شخصی میگردیم به نام بهنام. اینجا مزل شما نیست؟ اینجا تشریف نداره؟ اینجا بهنام نداریم. چی شده حاجی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. این پیرمرده با این سر سفیدش داشت داخل خونه رو دید میزد. بولم که تو هنون من خوب نشتاکتی. ما اگه یه فیکه بکشم دیدی این مور ملک میریزن سرت گنجه 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 بکنن. بکش فیکه تو. باشه. چه خبره؟ چی شده؟ هیچ. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. چی شده؟ چه خبره؟ ساکت ساکت. چی شده؟ اینا همه با تو هن؟ آره. ببخشید من یه سوالی داشتم. بفرمایید تقریبا چقدر آدم جا میشه او داخل؟ اگه چیدمانش درست باشه 25 نفر جا میشه. چه بامزه گفتیم. قشنگای ما بیا بابا، بیا شیرینی، بیا امو، بیا دردت به جانم. وایسا ای شب من دم داد بیدار شیرینی تمام کردم. باشه این 500 تومنه بگی دختر گلم برو کلی شیرینی برای اینا بخر. این 500 تومنه قرمزه یه چرتواری نداره. چه فرده اعتباره؟ خب آقا دست شما درد نکنه. این قضا خدمت شما به همراه بچه نوش جان بکنید. مرم دعا بکنید. بفرمایید. حرفشم نزن. شما مهمانی رو چشم ما جا دارید. نه قربانه. اصلا شامو با هم بخورید. من شام خوردم. حرفش نزن. بفرمایید. حاجا. من شام خوردم. مزاحم شما نمیگم. راه نداره. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. حاجی بفرما. بفرمایید. بفرمایید. حاجی بفرما. بفرمایید. آقا شرمنده کردید.
شما دادن به به ابو خیره بفرمایید 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 مجا دست شما درد نکنه بابا جان بفرمایید نوش جانتان ببخشید 4 تا دانه غذا براتون آوردیم خودمون هم نشستیم سر سفره‌تان شما ببخشید شرمنده توندی کردیم خواهش میکنم نمک پروردمون ببخشید ما اطراف آدم دستکج نداشتیم ولی متاسفانه دیشب اومدن لنگه دمپایی سیروس رو بردن عجب نامده بوده پس گفتی آمدی دنبال آقای بینام حالا ما مرد زیاد داریم ولی بینام نداریم نداری نه آخه مادر جان به ما گفته بود که همینجا میخوابه باز گفته بود که شما از خیلی هم دوستش داریم براش میمیرین ببینید ایشانه دیگر یه دست به دست بدیم این عکسشه ندیدینش تا حالا؟ نه خیلی با نمکه نه؟ این که بینام نیست این دکتر کمال الدین پرنگه چی؟ هفته 3-4 دفعه میاد پیش ما چه؟ کمال الدین فرهنگ؟ نکن میخندن بهتون نگفتم این بابا دکتر نیست آقای نوری طرف دکتر نیست درسته؟ والا شاید شده باشه چون ایشان معمولا هیچ موقع اون آدم سابق نیست خدا وکیلی منم بهش شک کرده بودم هفته قبل که رفتم بهم یه آمپولی زد اندازه یه زایمان درد داشت آمپول میزنه؟ آمپول هم میزنه؟ منم زانو درد داشتم نشونش دادم بهم یه پماد داد مالیدمش پوستم تاول زد اقدید
نشونش دادم گفت استعمال خارجی استفاده کردی، باید داخلی استفاده میکردی. ای بدبخت. رایگان هم وزید نمی کنه، کلی خدمات ما بهش میدیم. الان ما رو نبین آقای نوری، ما تو روستایمون من خودم آهنگری داشتم، این کشاورز بود، این دامداری داشت، این باغداری داشت، اون برخار ما بود. خودم قبل اینکه بیام اینجا یه باغ 3000 متری داشتم. 3000 متر؟ ای داده بیداد، خوشحالی باغت از گرفت؟ نه، صاحب باغ فروختش، منم بیرون کردم. من اونجا باغبان بودم. 3000 متر باغبان بودم. خب انشالله گرفتاری تو هم درست میشه. من همیشه به پسرم میگم اگه آدم آهنگری بلد باشه و برکاری بلد باشه و خلاصه فنی باشه، هیچ وقت بیکار نمیمونه. حرف شما درسته. ولی به شرطی که مغازه داشته باشه. نگاه این برخکار ما با دو تا تیکه چوب برای ما برق آورده، ولی چون مغازه نداره اینجا هیچ کس نمیشناسیش. تعریف از خود نباشه. این لامپو میبینین؟ این دو تا لامپو از سر دیر برق اون ور اتوبان کشیدم. درود به شرفت. اون ور اتوبان خب خطرناکه دای دای، احتمال برق گرفتگی و چه بسا انفجار وجود داره. بله زندگی سراسر انفجاره. می خودتون نگفتی خونه ناخدا سیدی رو منفجر کردین؟ منفجر نکردیم. ببخشید من یه سوالی داشتم، شما این آب هاشمیدنی رو چجوری تهیه میکنید؟ از کجا میاد؟ چون ماشاءالله تعدادتون هم کم نیست، زیاده. آبمون هم از بالا همین رودخونه میاد. نه نه نه، از خود رودخونه که نه، یه خیر زحمت کشیده دو تا تانکر آب آشامیدنی آورده، از همونجا میاره. بو خوزوتر آقا ده. البته وضعیت همیشه اینجوری نیستش. انشالله با پول کارگری یک پولی جمع میکنیم و خودمون سر سامونی میدیم، از این وضع بهتر میشه. انشالله حتما میشه. من تا الان چیزی نگفتم ولی خدمتتون عرض میکنم که بنده اولین مؤسس بیزینس کوچینگ در کل دنیا هستم. یعنی با کمترین مبالغ میتونم بیشترین درآمد تحویل صاحب نقدینگی بدم. آره. ببخشید استاد. بله. یعنی با حدود 7-8 میلیون تومانم امکان راه اندازی کسب و کار وجود داره؟ بله چرا نه؟ نه واقعا دارم میگم. بله میشه، با کمترش هم میشه. شما اون 7-8 میلیون تحویل من میدی، من لوازمی تحویلت میدم. بطری، داخل بطری تا سقفش گردو، یه گاری، یه چراغ زنبوری، یه صندلی که روش بشینی. شما ظرف مدت دو روز، سه روز، الا دو سه ماه مبلغ 7-8 میلیون تبدیلش میکنی به چقدر؟ 10-12 الا 13-750 میلیون تومن. این که خیلی عالیه. پس از فردا شروع کنیم. نه بابا، نه نه، اصلا هیچ موقع تو راه اندازی کسب و کارونه عجله نکنید. حتما فکر کنید. اصلا این به تفکر بیشتری نیاز داره. همینجوری نه به عجله کنید. میشه پس برداشت شروع کنید. بفرمایید. دکتر قلابی تونم تشریف آورد. حالا عسل کوچه رفت. نه چه؟ بشه بریم بگیریم. بشه. سوتی شده دو. بفرمایید. تشریف آورید. بابا جناب دکتر نازنین بیا یه ویزیتی ما بفرما آخر لعنتی. بریم بیارینش. سالم بیارینش. بگو زنده بگیرنش. زنده بیارینش. بلای سرش نیاره. کجا تو آرام باش. بلا سر اینا نیاره. اینا بلا سرش نمیاره. چه میگی تو ماما؟ من چه جیم بیارم غذا بخورم وقتی اونجور هم شدن دنباله. بس بس سرش بود. با مزه. ای هم تعبیر شما. تن خدا یواش دست. شیم اعلام اینو. بابا تا ما رفتیم سگ گرفتش دکترو. بابا آفرین، آفرین افشین. نمیشه بابا، دمت گرم. آفرین، واقعا آفرین. دمت گرم افشین.
بس دیگه دمت گرم بشین دمت گرم. آقا برو اون ور. نه چو. بفرمایید. این دازه دیگه. ممنونم. هم بخیال راحت دراز کشید. شرمنده دیگه. من میخواستیم بزرم شما نشمالی نشون. خواهش میکنم. امشب و بعد بگذرونی. نه اختیار داری. اختیار داری. میدونی آی نوری چند وقت لذت میمانداری رو ما نچشیدیم. ای ای ای. شما عزیز این رو چشم ما جا داری. محبت کردی جنتلمن. فقط درخواست دارم اگه امکان داره یه گاز پیکنیکی بدی به ما. چیز آقا چه نگاه میکنی؟ خب سرده. آره خب. یه دو ساعت دیگه سرتره میشه همه مال میچای مال. این بچه سرما بخوره فردا شما جواب بیدین. گاز پیکنیکی خطرناکه عزیز. الان یه علایدین پیدا میگه نمیارم برات. نه 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 نه. علایدین نه لازم نیست. همین پتوا کفایت مانم بکنه. شما فقط بزرگواری بکنی جاتون تنگ نباشه. همین. نه عمو جان. جای ما تنگ نیست. رو دروازه نکنین. هر چی لازم داشتین به من بگین. حالا حالا ما بیداریم. قربان دست. نه همه چی خوبه. دست زن. شبتون خوش. حال خوبی داشتین. شب بخیر. میشه یه لحظه دکتر بیاد بیرون کارش داره؟ بیا بریم پسرم. فردا بابا خیلی از دستش ناراحتم. بیا بریم. شب خوش. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. کجا میخوای بری؟ شما ایتونی. خب منم برم بی خودی جاتونو تنگ نکنم دیگه. لازم نکنه. خجالت نکشیدی. ما را برداشتی بردی شام عروسی دختر نگونبخت ناخدا را به ما دادی. ها؟ خجالت نکشیدی؟ این خجالت سرش نمیشه. ساده ای عمو کاوس. از کسی که به دروغ یکی دیگر رو جنباز معرفی میکنه چه توقعی داری واقعا؟ ای باریکرو. از بد و خلقت بشر تنها چیزی که به مصیبت کشانده بشر همی دروغ بود. ای بری کلا آقای بیزنس کوچینگ. نه اونه به خدا جدی گفتم که کارش هم دیگه نبه من تو رو نمیشتستم. خب آقای بنام خب خب نگاش بکنم. ازم به حضور انگارت که من نکاری به این دروغ دارم، نه به اون دروغ کاری دارم، نه به دروغ های متناوبی که قرار در آینده بگی. خب به هیچ کدام کاری ندارم. جناب علی یه کار نیمه تمام داری که حتما اون کار باید به اتمام برسه. چشم آقا نوری، اگر تو توانم باشه چرا که نه؟ هست، توانت هست بابا جان، تو آدم زبرزرنگی هستی، حتما میتونی. شما قبل از اینکه بری زندان از این دختر من خواستگاری کردی، یادته؟ آره خب، یه چیزای مبهمی به یادم میاد. مبهم؟ ولی یادش. خب پس، بسم الله دیگه این کار نیمه تمامه حتما بعد امشب به اتمام برسانی. الان؟ بله. آقا نوری شما که میدونی من از خدامه، ولی نه تو شبی که یه عروسی نابود شده، دو تا قلب شکسته، قامت یه مرد آبرودار خمیده شده. از نظر شما اخلاقی این کار؟ چی اخلاق داره حرف میزنه؟ پس جناب علی چیزا رو متوجه میشی. اینم میدانی که اگه شما با دروغ نمیرفتی و وثیقه رو بگیری هیچ کدام این اتفاقا نمیافتاد. آقا آفرین. بیا خوبی کن. خوب. بابا چه ربطی داره؟ یکی دیگه بدون اجازه وارد انباری مردم شده. آقا چه ربطی به وثیقه داره؟ بزرگوارا لطفاً حاشیه نرید. هر چه سریعتر برگردید سمت همون موضوع اصلی. رونق خانم، اصل مطلب اینه که خونه ناخدا از بین رفته. اون یکی خونش هم که خریدار اومده فردا میخواد تحویلش بده. رسماً این بنده خدا آواره و درمونده شد، رفت به کارش. دوستان محترم حواستون باشه، این دوست نامحترم الان داره احساسات جریدار شده شما رو تحریک میکنه. پس لطفاً توجه نکنید بشش تا خاک بره تو جفت چشش. بعد در ضمن ناخدا اینقدر اعتبار داره که در هر خانه ای توی شهر بزنه برای داخل شدنش سر و دست میشکنه. بله بابا آدم اصلا نسب داره. آره ناخدا اعتبار داره، مردم هم دست پا میشکنن براش، ولی اون مرد آقا نوری غرور داره، به خاطر همین هم زندگیشو جمع کرده که بره روستای اطراف زندگی کنه. واقعا؟ روستا؟ ای داد بیداد. کجا میخواد بره؟ روستای اطراف. ببین آقا بهنم، جناب علی یه روده حتی انقدی راست هم تو شکمت نیست. این رو واقعا راست میگی؟ دروغ نمیگی تو؟ آقا نوری دروغم چیه؟ شما اصلا گوشیتونه در بیارید به هر کسی که اطمینان داری زنگ بزنید. دیگه راست میگه دایگه؟ دوستان بخشی وارد بحث تا میشم، ولی کاش میشد از این خریداره که یک دو هفته وقت میگرفتیم
که توی مدت یه سرسامانی به خانه ناخدا میدادی. آی کاش بشه. والا اسقلان درست میگه. اسقلان. آوا چه آفری اسقلان. درست داره میگه. آوا چیو درست میگه؟ آقا به فرضم که ما از خریدار فرصت گرفتیم. شما اصلا به فکر پولش بودین؟ ما برای بسازی به پول نیاز داریم یا نه؟ میخوای پولش رو چجوری جور کنی؟ راست میگه. چرا مشکلی نیست او. دوستان و هم ولایتی عزیز، برای شروع فکر نمیکنم هزینه زیادی لازم باشه. اصلا خود من رفتم خواستگاری شیرین چی داشتم ها؟ هیچی. صفر مطلق. الان چی داری؟ الان هیچی. صفر مطلق. خنه داری؟ بزرگوارا بحث اصلی داره فراموش میشه ها. بفهم آقا. تمام چیزایی که نیازه، ابزار و مسائلی که میخواین برادان نوشتم. دست بی بلا و ساقلام. محبت بکن بخونه شما میدونم چی میخوای. خودتان که میدونی من فقط سواد نوشتن دارم، نمیتونم بخونم. های های. دیدی چجوری؟ میفهمم به نیسه ولی نمیفهمم. شما به مشکل مالی بر نمیخورید. مشکل مالی نمیخوریم، چجوری نمیخوریم؟ آقا اگر اون 2 میلیارد درست مصرف بشه، خونه ناخدا تو 10 روز قابل سکونت بشه. اون 2 میلیارد به تو هیچ دخلی نداره آدم قاچوق. ندی همه شاهد بودن. یه ریال از اون پول واریز نشده به دست من. آقا پلیس فتا نیوجرسی گذاشته جلو حسابم، یه قرانی ور نمیفته. بی خیال آقا خلیل، دیگه به ما نگو. یادت نمیاد به من میگفتی پولا رو بریز تو حسابت، اگر اهالی آبادی بخوان ازت پول بگیرم بهشون بگی که تا حسابت پول نیست؟ چی؟ خلیل؟ خدا میدونه الان اون 2 میلیارد تو حساب کدوم یکی از این نوچه‌هاشه. همون مال دوره جاهلیم بود. من الان دارم تلاش میکنم خلافکار خوبی بشم. بعدشم تو بیجا میکنی پات میکنی داخل کفش من. دفعه آخرت باشه. خلیل خانزاده اگر زمینم بخوره خاک بیفته، کسی نمیتونه حتی یک امتیاز ازش بگیره. اصل مطلب هی کلن فراموش شد. متاسفم واقعا. جونه شب خیر بابا. شب خیر. ناراحت شد. شب خیر. شب بخیر. ویسه بیره چه گفتی تو خلیل؟ همین که شنیدی چه گفتم؟ گفتی تو خاک امتیاز نمیدی؟ آقا سر دست همه ساعت بگیرین ظرف 30 ثانیه من 3 دفعه ای آدم بارانداز میکنم. بیا بچه بیا بچه بیا بچه بیا بچه بیا بچه بیا بچه میشه یه لحظه دکتر بیاد بیرون کارش دارم؟ الان دیر وقت ضروره، برو فردا بیا. یه کار ضروری باش دارم. برای تاول زانوتون میگین؟ من خودم فردا بهتون یه دونه پماد میدم زودی خوب شه. دست در نکنی. یه کاری دیگه باش دارم. حالا برو فردا با هم حرف میزنی. فردا فرار میکنی. حالا چه کارش داری بابام؟ اندازه یه سکه 2 تومانی. ها؟ وسط موهام ریخته بود. نشونش دادم. گفتم اون پماد استفاده کن. الان که خیلی خوب شده، خیلی پر پشته. آره اموی منم بهتره. الان که خوبه، فرق وسط هم زدی قشنگه. دست میگه. مو مال من که نیست. مال مردمه. مال من اندازه یه سکه 2 تومانی ریخته بود. الان اندازه یه تراول 50,000 تومانی ریخته. چیکار کردی تو؟ اون نمیدونم همینجوری بود مادرزاد. ای خاک لمیزده بر اون سرت کنه. دکتر بلند شو بیاد. برادرم بد کار داره. پشو بابا اینجا تو بد وضعیتیم. بیا برو. بلند شو. فرار نکنه میره. از دست ما فرار نمیکنه. خیالتون راحت باشه. بلند شو دکتر. پشو دیگه. پشو. بابا پشو دو دقیقه کار داره. اونو بنداز بیرون. برو آقای دکتر برو. بابا شو بیا برو. بابا خودتون گفتید بمونه. آقا برو. حرف نزن. ای شما می آقا یه دقیقه. ای داره چرا بسته؟ بابا گل داره میزننش. برادرش هم زیادن. میگم بهتره بخواب. بذار خونه برادرش نگم. رفت کرد.